های آرامش من. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود فراوان به یکایک نازنینای تایم تیوی. من سیمین تهرانی هستم و امروز دو مهمان نازنین داریم که از شما اجازه میخوام بهشون یه سلامی بکنیم. من سعی میکنم امروز کم حرف بزنم و خودشون رو معرفی کنم و بگن که برای چی اینجا هستن. ما فقط خوشحال هستیم که افتخار داریم در خدمتشون در تایم تیوی هستیم. خانم الهام عزیز، سلام عرض کردم، حال شما؟ خیلی خوش آمدیم. احترام دارم. و همچنین خانم فرحناز سمه، حال شما؟ پارسال دوست، امسال آشنا فرحناز خانم. همیشه با شما دوست هستیم. راست میگم، آشنا. خب خیلی خوشحالم که امروز در خدمت هر دوی شما نازنینا هستیم. میدونم که الهام جون یه برنامه بسیار بزرگ و خوب و سورپرایز برای همه ایرونیای لس آنجلس داره. میخوام که شما یکم توضیح بدیم، بعد خودشون راجع به برنامه‌هاشون صحبت کنیم. سعادت آشنایی رو حدود یک سال و نیم پیش با شوهرشون داشتم. کهشون با شوهرشون شما چه کار داشتین؟ دیگه با هنرمندا دیگه یه جوری ما اینوالو میشیم که ایشون واقعا هنرمند هستن. شوهرشون خودشون توضیح میدن، بعد با خود الهام جون آشنا شدیم که سعادت اینو داشتم که مدیریت برنامهشون رو که 18 سپتامبر همین یک شنبه برنامه دارن، سیدیشون رو ارائه میدن و همینطور کنسرتی دارن در محل خانه فرهنگ و هنر، جایی که آقای مرتضی برجسته مکانشون هست. در خدمت دوستان همه هستیم. چیزی که الان برام خیلی مهم هست، از الهام عزیز میخوام برامون توضیح بده چجوری شروع کرده و برنامهش در آینده چی هست، و از 18 سپتامبر برامون حرف بزن الهام جون، ببینیم حسن. چی میخوای واسمون انجام بدی، چی میخوای واسمون ارائه بدی با اون هنر زیبا. خواهش میکنم، شما لطف دارید. خدمتتون عرض کنم که من از کودکی به آواز علاقه داشتم و پدر مادرم هم صدای خوبی داشتن. از پیش اونا اولین آموزش ها رو دیدم، بعد شاگرد خانم پریسا بودم و دیگه با توجه به اینکه ایران بودیم و محدودیت هایی که وجود داشت، خب اونجا اونقدر شرایط مناسبی برای فعالیت نبود، تا اینکه مهاجرت کردیم اومدیم آمریکا و دیگه الان اولین آلبومم هستش که روز یک شنبه رونمایی میشه که همراه با کنسرت هست. آهنگساز این آلبوم همسرم هستن، امید سیاره، و سبکی که میخونم و توی آلبومم هم هست در حقیقت کارهای پاپ ایرانیه که تلفیقی از موسیقی پاپ و یه کمی اون حالت سنتی رو با هم داره. بسیار عالی، کامبینیشن دوتایشونه. چون معمولا یا کلاسیک میخونن یا پاپ میخونن. شما هر دو رو با هم میخونن. خب ماشاءالله، مبارکه. خب از که الهام جان شروع کردی به خوانندگی؟ چند وقت میخونی؟ حقیقتش به طور رسمی لس آنجلس حدود 8-9 ماهه که کارم رو شروع کردم. خب بله، خیلی با توجه به اینکه خب پس بوی ایران رو هنوز میدی؟ بله. چند وقت از ایران تشریف آوردین؟ ما حدود 3 ساله که مهاجرت کردیم. اوکی. ولی هنوز وقتی فرشن. که اومدیم هنوز خیلی اون از اول شروع نکردم به فعالیت موسیقی. احساس کردم که یکم یه زمان نیاز دارم محیط رو بشناسم و زمانی باشه. خب که خب بله، 100%. ما 40 ساله اینجاییم، هنوز محیط رو نشناختیم. شما ولی ماشاءالله ماشاءالله گوش شیطون کر، دورا دور خدمتون ارادت داشتم و دارم. خواهش میکنم. و اینجا با اونی که کالیفرنیا خیلی بزرگه ولی خیلی کم کوچیکه. اتفاقا داشتم قبلش به فرحناز میگفتم، میگفتم که اینجا مثلا با کسی نمیتونه قرار اینا بکنه، چون الان مثلا من با شما حرف نزنم فردا یهو یه جایی میبینم همونجا شما هم هستی. رو در رو خیلی زیاده. مثل ایران نیست، اینجا همش همدیگه رو میبینیم. ولی برای همه میگم که شما خیلی راجبتون شنیدم و خیلی خوب شنیدم و شنیدم که ماشاءالله در این مدت کوتاه، چون شاید یکی دیگه از رمزهای موفقیتتون هم اینه که شوهرتون هم هنرمند هستن و فامیلیه. این خیلی مهمه و امید خانو خدمتشون سلام دارم و ارادت داریم خدمتشون. ولی شنیدم که ماشاءالله یه شب میگفتن راه هزار شب رو رفتین توی لس آنجلس. معمولا پیشرفت کردن یه خورده
سخته، برای اینکه اولا ماشاءالله ماشاءالله بزنم به تخته، از هر چیزی همه چیز کامل داریم، رقابت خیلی زیاده، ولی کسایی به یه جایی میرسن که کار خوب عرضه بدن، چون اون سرویسشون خیلی مهمه و امیدواریم که سرویس شما خب. بگین حالا از رجب آهنگاتون صحبت کنیم، من قرار بود حرف نزنم، ما میبینیم شما به این زیبایی صحبت میکنید، چرا صحبت نکنید؟ نه من همش قول میدم ولی عمل نمیکنم. خیلی هم عالی، ما لذت میبریم. حقیقتش این آلبوم هم که آماده هستش، همونطور که ژانرش رو خدمتتون عرض کردم، ولی کارهای بعدی با استاد جهانبخش پازوکی دارم کار میکنم، به خاطر اینکه خدمت ایشون و خانوادهشون ارادت قلبی داشتیم و داریم، هرچی زمان میگذره بیشتر دوستشون داریم. و اینه که همچنین خانم نازنینش، خیلی خیلی نازنینن هر دو، و شب کنسرت هم حتما یکی از کارهای ایشون رو اجرا میکنیم، کارهای قدیمیشون رو، ولی کار جدیدی برای خودم ساختن که ظرف دو سه ماه آینده منتشر میشه که دیگه جزء کارهای آلبوم بعدیم به حساب میاد، ولی انتشارش زودتر از تکثیر آلبوم صورت میگیره. و دیگه این که یه کاری رو داریم برای عید برنامه ریزی میکنیم که چند تا خواننده با هم بخونیم، و اینه که پلنهای بعدی مشخصه. خیلی عالی، بسیار عالی. خب شنیدم که کنسرتتون همین یک شنبه که میاد. بله دیگه چیزی نمونده، بله آخرین، چند روزی بیشتر نمونده. و شنیدم که ماشاءالله استقبال خیلی خوبی شده، دوستا همه قراره که بیان. و یه خوبی که کالیفرنیا یا لس آنجلس داره اینه که لس آنجلسیا خیلی ساپورتیون، خیلی کمک میکنن به بیزینس ها و خیلی ساپورت میکنن. من خودم از یه شهر دیگه اومدم، از کلرادو اومدم و که ایالت های دیگه مثل اینجا نیست. درسته. اینجا به هم دیگه ما بیزینس میدیم، کمک میکنیم، مثلا برنامه هایی که فرضاً خود من میذارم، اگه مهرگان میذارم کسی نیاد که فایده نداره، کاملا. ولی واقعا همشون میان، دست لس آنجلسیا درد نکنه، ما خیلی مدیونشون هستیم، ممنونشون هستیم. و امیدواریم که دوستای رویال تایم تی وی ما رو روسفید کنین، حتما برنامه الهام جون رو بیان یک شنبه در خانه فرهنگ که متعلق به آقای مرتضی برجسته عزیز، هنرمند بسیار محبوب و دوست داشتنی با. واقعا مرتضی پسره، پسر که چه عرض کنم، آقای بسیار محترم و خوبیه. همینطوره. و خیلی خیلی، یعنی به نظر من هنرمند بودن خب یه چیزیه که توی خداوند یه شانسی به شما داده که به من چیز نداده، فرحناز خدای باز قهریما، ولی اون شانس رو خدا به شما داده، صدای خوب رو به شما داده که ما لذت شما، ولی آره ما لذت ببریم، ولی نگهداری اون صدا و خوب ارائه دادنش و محبوب بودن توی جامعه و میان مردم، اون دیگه دست خود خواننده است، واقعا دست خدا نیست. پس مثلا مرتضی محبوب جامعه است، برای اینکه هم صداش خوبه، خب اون که پارتی بازی خدا بوده، بهش کردیت نمیدیم، ولی محبوبه، بسیار دوست داشتنیه، بسیار خوبه. خیلی و دوستای عزیز همونجور که میدونیم من قول دادم که کمتر به قول معروف بلوف بزنم یا زیاده روی بکنم، زیاده گزافگویی بکنم، ولی الهام جون از نزدیک نمیشناسمشون، فقط یک بار یه جا مهمون بودیم، آقای پازوکی هم تشریف داشتن، شما اونجا بودین اگه یادتون باشه، بله، یکی از دوستام، بله، یه چند دقیقه فقط الهام جون رو اونجا دیدم و داشت تمرین میکرد با آقای پازوکی. ما گفتیم که ما اومدیم اینجا، اینجا که سالن تمرین نیستم، جوری شوخی کردم باشه، ولی به هر حال صدایشون بسیار زیباست، اون تمرینی که میکردن و من شنیدم صدایشون بسیار دلنشینه. و از همه مهمتر اینه که خیلی مردمیه، خیلی down to earth به قول آمریکایی‌ها، افتاده است، محبوبه، دوست داره با همه گدلان کنه، چه میدونم با همه میسازه، و این صفات خیلی خوبیه که شما دارین. و من مطمئن هستم که ایشالله دو سه سال دیگه یه ما میبینی که تمام آمریکا رو گرفتین دیگه. بو
اسم تو چی باشه از تو میگم تا جهان زیبا شه چشمات دریاست مثل یه رویایی آروم میشم وقتی که اینجایی پشت پنجره میای و نفس دنیا میگیره لب که وا میکنی این شهر لهجه دریا میگیره نکنه پیشم نمونی وقتی جاده تو غباره نکنه بری یه روزی وقتی دنیا بیقراره تو هنوز همه امید منی چه طلوعی تو چشاته تو خود بهار عمر منی رنگ بارون تو صداته من و تو که اهل گم شدنیم نگو فرصتی نمونده نرو که نسیم پر زدنت منو از ریش سوزونده یه موزه دیگه هم که الهام جون میخوام درمونش توضیح بدن یک گروه هستش که گروه بانوان هستش که اینا همه موزیک میزنن آهنگای خیلی شاد و قشنگ و خودشون سرپرستی کردن که خیلی جالب خواهد بود توضیح بده خیلی بله خدمت رو ارز کنم خیلی همیشه از اونجایی که دلم میخواد که به خانوم ها کمک بکنم و فمینیست هستم بله و یه جورایی طرفدار حقوق خانوم ها هستم خودم رو یه جورایی مسئول میدونم در حقیقت گفتم خب با این توی این بود کاری و زندگیم چیزی که از دستم برمیاد بانوان هنرمندی که اینجا حضور دارن رو دوره هم جمع بکنیم همه با هم بشیم یک گروه و یک گروه بانوان تشکیل بدیم که البته تو این برنامه اون گروه به یه شکل دیگه گروه دف نوازان هستن که حلقه عرفان یه گروه بانوانی که همه فقط دف می نوازن ولی یه ارکستر دیگه ای داریم که در آینده می خواهیم با اون انشالله تورای در سطح آلی. دنیا بذاریم پس تو این برنامه تون هم خانم ها هستن؟ این دفعه فقط همون گروه دف نوازان خانم هستن بسیار عالی بله. بسیار عالی دیگه اینه که ما بی هنر بغل هنرمند خواهش میکنم شما هزاران هنر به خانم تهرانی در حال ما لذت میبریم از هنر شما زنده دوستای عزیز انشالله همتون رو روز یک شنبه 18 سپتامبر در محل خانه فرهنگ که واقع شده در سطحی کوی و بینتگاه بله. ساعت چند الهام جان؟ ساعت 6 شروع میشه که اول مراسم رد کارپت هست و یک پذیرایی از 7 که دیگه به طور رسمی خود کنسرت شروع میشه بسیار عالی بلیتا هم محل تمام فروشگاه های ایرانی کیو مارکت بودن اس مارکت مستر جوس و شرکت کتاب آقای گالری عشق دوستان دیدم اتفاقا رفته بودم گالریش بشه بهمن خان یه عکس بزرگ الهام و جلو زده بودم پارتی بازی کرد یا بنگ بیشه ایشون هم یکی از این هنرمندهایی که خودشون سراپا وجود عشق هستن حالا خانم تهرانی یه کار خیلی جالبی برای دیزاین لباس من انجام دادن ایشون برای روی سرم که دیگه یک شنبه انشاءالله بسیار هنرمنده من دیروز رفتم مغازهش گفتم که آقای بنت گفت چیه؟ میدونم فقط از یه سوال دارم این همه هنر کجا بود توی تو ما ندیده بودیم یعنی ماشاءالله وقتی میری تو مغازش نمیدونی چی رو باید نگاه کنی بسیار آغاز بسیار هر جنرسی داره. که دارند مثل خود شما خانم تهرانی ایشون هم خیلی جنرس هستن خیلی کمک میکنن
بسیار طرفدار، بله بسیار طرفدار فرهنگ ایرانه و به همه هنرمندان هم کمک میکنن. کنسرت هایی که هست لباس اعضای ارکستر رو همه رو ایشون زحمت میکشن تقبل میکنن و واقعا به نظر من اون گالری عشق از وجود خودشون، اون اسم از وجود خودشون نشأت میگیره. و واقعا برای هر کارش من دیدم که چقدر زحمت میکشه، همه هند مید، همه با دست. دستتون درد نکنه آقای گالری عشق، آقای بهمن بنت، مرسی. ما نمیدونیم چرا هر موقع برنامه داریم این بهمن ها مثل که موش آتیش میزنن، باید بیاد تو برنامه ما راجبش حرف بزنیم. نمیدونم اینم شانسش خوبه ها، آدم های خوب اینجوری هست. آنستی من هر موقع نشستم با یک کسی صحبت کردم بهمن بنتون وسط اومده، به هر حال به یه دلیلی اومده دیگه. از بس که قلبش خوبه، از بس که طرفدار ایران و ایرانیه و چقدر برای ما داره زحمت میکشه. و خواستیم اینجا از شما تشکر کنیم، سپاسگزاریم و بتونی خسته نباشید بگیم برای 25 سپتامبر که برنامه مهرگان رو دارین و مطمئنن همه دوستان رو اونجا خواهیم دید. خانم الهام هم میان اونجا از نزدیک دوستان رو اونجا ملاقات کنن و ببینن. دست شما درد نکنه که همیشه این رو نگه داشتید. دست فرهناز جان، من همیشه گفتم دست یکایک ایرونیا درد نکنه، یعنی هر برنامه شما میذارین هر یه نفری که میاد اون خودش اونجا یک پایه اونجا رو درست میکنه. برای اینکه الان ایشون کنسرت گذاشته، اگه دوستامون نرن ایشون نمیتونه کاری انجام بده. ما مهرگان میذاریم، اگه دوستان نیان، اگه بازرگان ها نیان، اگه ساپورت نباشه انجام نمیشه. پس در این صورت به من کسی نباید کردیت بده، باید واقعا این کردیت رو بدونه بدونه آدمایی که میان بهشون واقعا کردیت داد. دوستای عزیز ما بهمون هی دارن نشون میدن که وقتمون تمومه. با آهنگ زیبای الهام جان برنامه رو به پایان میرسونیم. به دیدار ما 18 سپتامبر در خانه فرهنگ آقای مرتضی برجسته با اجرای بسیار زیبای الهام جان و از خانم مدیر مارکتینگشون هم خانم فرهنگ هم تشکر میکنیم. فرهنگ بسیار دختر خوبیه، اینا الان سر منو میبرن هی میگن چقدر حرف میزنی، ولی من فرهناز رو 11 ساله میشناسمش، از روزی که از کلرادو وارد شدم با هم دیگه شروع کردیم. ایشون یه جای کار میکرد که منم رفتم اونجا نرس شدم و فرهناز بسیار خوشقلبه، بسیار مهربونه و من میگم فرهناز تو خدا نه قضا رو در دهن بچه‌ها در نیار به مردم بده. من همیشه اینو بهش میگم چون واقعا خیلی بیش از اون اندازه‌ای که ما ازش انتظار داریم زحمت میکشه. من به همسرم میگفتم که نمیدونم چه کار خوبی کردم که خدا فرهناز جون سایه راه من قرار دادن. اینو از صمیم قلب من اتفاقا بهش گفتم قبل از اینکه شما بیاین، گفتم فرهناز من آخر قراره یه کاری انجام بدم، گفتم تو میای فول تایم اونجا اون رو بر من بگردونی اگر بگیرم. اگه ایشون بگیرن خیالتون راحت باشه. آره دیگه، آره دوستمون هست. خب دوستای عزیز خیلی ممنون و سپاسگزار و دست شما هم درد نکنه، براتون آرزو بهترین ها ممنون از دعوت شما. پس دیدار ما 18 سپتامبر در خانه فرهنگ. مثل اون که تو دل شب می اومد از خمه جاده، مثل صبح و مثل لبخند می اومد صادق و ساده، تو همونی که میتونی دلمو ازم بگیری، سردی فاصله ها رو پس بگیری، تو همونی که مثل گل عطر تو به من سپردی، با نگاهت به نگاهم دل سپردی. چشمات باز عطر عشق
تو اسیرم، اگه نورم اگه ظلمات، میدونی بی تو میمیرم. تو همونی، تو همونی که دلم بی تو میمیره از سخاوتت.